دریای خروشان، داستانی که بر اساس واقعیت نگاشته شده است. نویسنده صالحه محک یادگار. رویا غرق در رویاهای دور و دراز در کنار نزدیکترین دریاچه دهکده نشسته بود. صدای سم اسب او را وارخطا ساخت. پایش لغزید و در آب افتاد. عمر جوان بالا بلند خود را در آب انداخت و او را از آب کشید. رویا که در دریاهای رویاهای خود غرق شده بود از ترس بیهوش شد. عمر او را در روی سبزه‌های نورس بهاری خواباند و با فشار دادن کف دست چند بار قفس سینه‌اش را تکان داد و بعداً او را به بغل خوابانید تا آب رفته از گلوی نازکش بیرون بریزد. عمر او را بغل زد تا سوار بر اسب به قریه ببرد. رویا از لای مژگان سیاه و مخملیش به چهره زیبای عمر نگاه کرد و از گرمی نفسهای پرتپش عمر احساس آرامش کرد. عمر او را بغل زد تا سوار بر اسب به قریه ببرد. رویا از لای مژگان سیاه و مخملیش به چهره زیبای عمر نگاه کرد و از گرمی نفسهای پرتپش عمر احساس آرامش نمود. یک نوع رخفت ناشناخته و شیرین بر وجودش ظاهر شد. ترجیح داد خود را به بیهوشی بزند. نمیدانم در دل عمر چی گشت. شاید هم خواست دم در کنار محبوب در خواب رفته و یا بیهوش بیاساید. او را چون مادر مهربان در آغوش تنگ بگرفت و به اطرافش نظر افکند. از تنهایی در طبیعت زیبا احساس آرامش کرد. یکی دو بار رخسارهای گلگونش را بوسید. رویا غرق لذت ناشناخته ای شد. اولین بار بود که دستخوش چنین یک حالت شده بود. احساس کرد در رگهایش به عوض خون رخوت و لذت با هم یک جا مورمورکران سر تا پای وجودش را فرا گرفته. قلبش به لرزه افتاد. عمر تکانهای قلبش را احساس کرد و او را دوباره بر روی سبزه ها خواباند. یکی دو بوسی دیگر هم در ربود. در همین لحظه رویا چشمان میشی زیبایش را باز کرد. رنگ از رخ عمر پرید. لحظه چون برق گرفتگی همان طور خم شده بر روی رویا بی حرکت ماند. فقط نگاه هایشان با هم تلاقی کردند. فقط همدیگر را نگاه می کردند و نور عشق بر دیده هایشان چون تار عنکبوت در سرتاسر وجودشان تنیده شد. عمر چون فنر پرید و به سوی اسب دوید. با یک خیز سوار بر اسب شد و به سرعت در خم و پیچ دره ها ناپدید گردید. رویا دوباره غرق رویاها شد و خود را تخته به پشت بر روی چمن انداخت. از خدا خواست که این لذت شیرین را که سرتاسر وجودش را فرا گرفته بود همیشه با خود داشته باشد. بله، همان لذت باقی ماند و بس. یک نوع خوشی که تا حال تجربه نکرده بود همراه با لذت در چشمهایش دیده می شد. نور خورشید چون ذرات زرین و طلایی مستقیم داخل چشمانه شد. ناخودآگاه چشمهایش بسته شد. از مجسم کردن چهره زیبا و مردانه عمر و از شانه های کشیده و بزرگش لبخند زیبا بر لبانش نشست. صدای نفسهایش را بر رخسار خود احساس کرد و از بوسه های شیرینش احساس رخوت نمود. در دل دعا کرد خدایا تا ابد این لذت را از او نگیرد. ساعت بدین ملوال آرام و خاموش دراز کشید. دلش نمیخواست چشمهای خود را باز کند. از خدا میخواست که عمر دوباره بیاید و نفسهای گرم و مملو از عشق و هیجانش را در روح و جسم خود احساس کند. مگر این همه یک آرمان شد و آرزو باقی ماند. بهار و تابستان گذشت، خزان و زمستان آمد و رفت. همان طور دوباره بهار آمد و فصلها و دقیقه ها و لحظات در انتظار یار گورسپای گذشت. هر صبح که چشم باز می کرد به امید این که عمر می آید و او را خواستگاری کرده می برد. بعد از دو سال و چند ماه رویاهای رویا به حقیقت پیوست. دروازه کوچیشان دقلباب شد. یگانه برادر رویا احوال داد که شمسالدین و پسرانش با چند تن بزرگان دهکده آمدند. پدر رویا سفارش چای داد و خود به سوی مهمانخانه در جنوب غربی حولی روان شد. چهره مهتابی رویا که پژمرده شده بود چون گل گلاب شکفته شد و لبخند پیروزی روی لبان زیبا و خوشحالتش
نقش بست. شور و شعف عجیب در دلش چنگ زد و از طاق بلند اتاق قد بلنده کرده به عجله ظروف زیبا و قدیمی که جهزی مادر خدا بیامرزش بود پایین کرد و با سلیقه خاص چای دم کرد. با چند نوع شیرینی که از عیدهای سال پار به امید چنین روز نگه داشته شده بود، شیرینی دانی ها را پر ساخت و چند دانه هیل چای را در لای چادرش زیر دندان میده کرد و در چاینک چای ریخت. ستار یگانه برادرکش که یک بهار از رویا کوچکتر بود، با لب و روی کشال آمد، خطاب به رویا گفت: عمر بچه کاکا شمسودین تو را خواستگاری کرده. بیناموس ها دختر درنده پیدا نمیشه که آمده یگانه خواهر مرا به زنی بگیره. ناخودآگاه رویا بلند خندید. ستار با پیشانی ترش به سوی رویا نگاه کرد و زیر لب غمغم کرد و ظروف چای را با خود برد. رویا خود را در چادر پیچید و به سوی مهمانخانه روان شد. از لای درز و ترک‌های درب خانه به داخل مهمانخانه نظر انداخت و عمر را دید. چهره استخوانی‌اش که اثر از آن همه زیبایی و شادابی در آن نمانده بود، فقط یک جوره برود و سبیل‌های سیاه و پرپشتش در روی خسته و استخوانی‌اش خودنمایی می‌کرد. صدای پدر را شنید که گفت: او بچه عمر، تو یکی و یک بار کجا رفتی؟ حتی به شمس‌الدین خان که تو را چون پدر بزرگ ساختم احوال ندادی. سر تخم انداخته کجا رفتی؟ عمر خواست حرف بزند. پدر رویا باز گفت: تو کودک 3 ساله بیش نبودی که تمام خانوادت به خاطر که پدر خدا بیامرزت افسر بود از طرف مخالفین دولت شهید شدن. امین کاکای تو را چون پدر بزرگ ساخت. عمر گفت: بله، در نامه از کاکای معذرت خواستم. در ایران 2 سال و چند ماه کار کردم، منتظر پولهایم بودم و نمه میخواستم بعد از چند ماه بیایم و سرشته نامزاتی خدا بگیرم و بعد از عروسی با عیال خود برم. اما در ایران کارفرمایان 2 سال یا بیشتر پول و دستمزد کارگران افغان را نمیدهند. به اصطلاح گروگان میگیرند، در آخر هم ناجوانمردانه نصف پول را میگردانند و نمیدهند. پسر کاکایش نبی صدا زد: معلوم میشه که تو را هم معتاد ساختند. کارفرمایان ایران به خاطر که از افغانها بهره کشی کنند آنها را معتاد میسازند. عمر دهن باز کرد که من، کاکایش مداخله کرد: بله، آوازت در ده هم رسید که معتاد است. عمر گفت: نخیر. پدر رویا فریاد زد: من برای معتاد دختر نمیدهم. برادر رویا صدا زد: به کدام جرأت خواستگاری به خانه ما آمدی؟ عمر گفت: نخیر. من کاکایش گلوی خود را صاف کرد و گفت: ما به امر خیر آمده بودیم. از اینکه عمر لیاقت خانواده شما را ندارد. نیمرخ به سوی 2-3 مردی که با خود آورده بود دید و ادامه داد که ما دخترتان را برای نبی جان پسرم خواستگاری میکنیم. رویا که شاهد این همه بود سراپایش را لرزه گرفت و آن همه خوشی و لبخند را از لبانش محو کرد. اشکهایش جاری شد، گوشهایش دب شد و چیزی نشنید. با قدمهای سست و بیحال کشکشان خود را به اتاق نشیمن رساند. در بین لخک دروازه اتاق و دالان بیهوش شد. وقتی به هوش آمد خود را تا دم پنجره رساند. از دیدن عمر که به سرعت و بدون معطلی به سوی کوچه رفت خیلی مایوس شد. رویا مانع ریزش اشکهایش شده نتانست. به مطبخ رفت، هیزم روشن کرد و مصروف دیگ و دیگدان شد و زار زار گریست. چشمهایش سرخ و پوندیده بود. پدر که به خواستگاری نبی لبای گفته بود شاد بود و رویا با دل ناشاد خاموشانه میگریست. به زودی محفل عروسی برگزار شد و رویا چون مجسمه در لباس سفید عروسی راهی خانه شوهر گردید. از آن همه رقص و پایکوبی در محفل چیز بیاد نداشت. فقط چهره مردانه عمر در دیدگان رنجورش مجسم بود. از یادآوری مرگ نابهنگام عمر به خود می لرزید و اشک می ریخت. حرفهای پدر در گوشش تنین می انداخت. دختر با لباس سپید به خانه شوهر می ره و با کفن می برایم. عروس که غرق در منجلاب درد و آلام به نام هستی دست و پا می زد، تلاش داشت که به ساحل زندگی برسد و دم بیاساید. مگر هرگز چنین نشد. در همان هفته های اول عمر خود را در دریای خروشان فرارود غرق کرده بود. به زودی مردم محل دانستند که عمر نه بلکه نبی معتاد چرس و تریاک بود. نبی که شب و روز غرق در نشه بود، هست و بود خود را که از پدر برایش به میراث مانده بود
با دوستان در خمار و نیشه تریاک به باد فنا داد. در بساط خالی فقط رویا را داشت. به تشویق چند دوست معتاد از رویا بهره‌کشی جنسی می کرد. رویا دیگر آن رویای زیبا با چهره مهتابی نبود. در عین جوانی گلهای آرزوهایش پژمرده و پرپر شده بود. از درد و ناراحتی و بی‌ناموسی شوهر کمرش چنگ و دوتا شد. موهایش سپید و در سن 30 سالگی چین و چروک چهرهش را زشت و نازیبا ساخت. دیگر چهره و قامت دوتایش پول خمار شوهرش را برآورده نمی توانست. نبی از درد خمار به خود می پیچید و فریادش به آسمان رسیده بود. دیگر توان نداشت که با عصا چوب بر زندان رویا پیره‌داری کند. رویا دیگر از زندان و منجلاب کثافات خانه شوهر آزاد گردیده بود. به سوی دریای خروشان رفت و لحظات با آبهای دریا درد دل کرد و خاطرات شیرین خود را که از بوسه های عمر داشت گفت و از عشق نافرجامش نالید. از بالای صخره از همان جایی که عمر خود را در آب غرق کرده بود، رویا هم به امید آن که این آب زلال و شفاف بدنش را پاک و عفیف بسازد خود را غرق ساخت. این بود داستان تلخ زندگی رویا. ممنون که بیننده و شنونده افغانستان ژورنال هستین. یک تشکری خاص از نویسنده توانا بانو صالح محک یادگار که داستانهای نابشان را با ما شریک می سازند. من رام شارمان و همکارم نعیم شریفی همواره بهترین ها را تقدیم شما می کنیم. افغانستان ژورنال، کانال محبوب خانواده ها.